همه شما عزیزان تشکر از اینکه بیننده برنامه ما هستین و ما امروز آمدیم در قصر دارلمان، جایی که شاه امان الله خان زندگی میکرد. خب در آغاز نگاه کوتاهی میندازیم به تاریخچه قصر دارلمان. قصر دارلمان یکی از بناهای تاریخی افغانستان است. این قصر در زمان امان الله خان ساخته شد که دارای 3 منزل و اتاق‌های بسیار زیاد میباشد. ساخت این قصر در 1304 شروع و در 1306 تکمیل شد. در ساخت این قصر 22 تن انجینران آلمانی زیر نظر والتر هالتر شروع به کار کردند. دارلمان در جنگ‌های داخلی آسیب زیاد دید و به ویرانه تبدیل شد. تقریباً 15 تا 20 سال بدون استفاده بود. تا اینکه در سال 1395 با هزینه 16 میلیون دلار بازسازی قصر دوباره شروع شد و حال قسمی که در تصاویر می‌بینید دوباره مثل سابق زیبا و عالی معلوم می‌شود. دوستای قصر که شما میبینین، این قصر چند وقت پیش یک ویرانه بود. جنگ این قصر را به یک ویرانه تبدیل کرده بود و اکنون خدا را شکر که آبادی صورت گرفته. خب شما هم چند تصویری از گذشته این قصر را ببینید و بعدش هم با ما باشید. نه که داخل میشی بسیار مقبول مال میشنی. ببینید چتای بلند بلند گروپا. حالا مفصل به قصر صحبت میکنیم. البته امون رقم ابتدا شروع میکنیم. قصر دارلمان در 3 طبقه اعمار شده و اول در 8 کیلومتری جنوب شرق کابل، جنوب غرب کابل موقعیت داره قصر دارلمان و موقعیت خود در 3 زون است. زون شرقی داریم، غربی داریم و شمالی. ما فعلا در ورودی شرقی قرار داریم. شرقی. یعنی یکی ورودی‌های اصلی ما اینجا هست. با این طبقه 5 متر ارتفاع داره، طبقه 6 متر، طبقه 3 هم 8 متر. ما با اساس پرورش کار صحبت کردیم. این زون همون نمایشگاه موقتی در طبقه اول است. بله. نمایش موقتی دو طبقه مختلف می‌گیره. نمایش موقتی است برای یک موزه ملی. خب این برای موزه است. طبقه اول است برای موزه ملی جور میشن که گفتیم در زون شرقی. بله. و بخشای نمایشگاه موقتی طبقه اول. خیلی خوب. اولین بار که ما کار با سازی قصر دارلمان آغاز کردیم، متخصصین مختلف از کشورهای مختلف از قصر دارلمان دیدن کردند. همه به این باور دارن کار با سازی قصر دارلمان بالاتر و فراتر از توانایی نیمی تیم داخلی یا انجینرهای داخلی. یعنی نمیتونن. اونا همه دیگه فکر بودن که اونا نمیتونن. نمیتونن. اما امروز خوشبختانه دیگه شما همان شاهد هستید. بله. که ما خود ما با نیروی خود ما با توانایی خود ما قصر دارلمان ساختیم. خدا را شکر از هر بار. فعلا ما هم در اموزون شمالی طبقه دوم قرار داریم. اینجا یک سالون داریم. سالون اول، مزار اول که بود. بله. پشنگ دیدید در مزار دو. شما این قسمت. این دروازه ایش چقدر بلند و مقبول است؟ آخه از اما در قصر نمی میکشم. از اما در قصر دروازه و این هم یک سالون مقبول دیگه که در منزل دوم است. بله. در منزل فقط فرق در منزل اولی است. در منزل اول این پایر شما دیدین. شکل مرا به شکل داشت، درست؟ بله بله. اینمی هر پای اینمی که بلا رفت. اما در طبق دو باید شکل چی دیگرستم را خود؟ استوانایی دیگر. خب خب آواز را نکاس میکنه هیجا. آواز را نکاس میکنه. چون نو دست آلت ساختن از دیگر خالی است نیم. یه در چیز دیگر را بیدیو نماشیم که ورودی اصلی قصر هم اینجاست. همون ساختمان را که شما میبینیم ورودی اصلی میشه. از اون ساختمان میاد فکر کنید یک شخص VIP مثل رئیس جمهور اون قسمت توقف میکنه موتورش، یک زینه خیلی بزرگ در مقابل ما قرار داره، مستقیم وارد طبقه دو میشه. بله، یعنی طبقه دومش به خاطر اون کسایی VIP هستن. اشخاص بزرگ فقط به خاطر ورودیش. به خاطر ورودیش. سوالاتی که خیلی ها امروز رد بدل میشه، چی در دنیای مجازی، چی در
بین از آن و ما این است که در رابطه به اصالت تاریخی ساختمان سوال میکنم. یک میخوام در جواب این امی پرسش هایی وجود داره این رقم بگم که ما نهایت سعی تلاش ما در کار بازسازی قصر دارلمان نه تنها در کار بازسازی قصر دارلمان بلکه سایر آباده های تاریخی که فعلا واحد عملیاتی کار میکنه و آنچه در جهان معمول است مهمترین و اساسی‌ترین بحث حفظ اصالت تاریخی ساختمان میباشه. روی امی مرحوض روی امی اساس ما هم در کار بازسازی قصر دارلمان فقط 2 سال روی اسناسازی قصر دارلمان کار کردیم. یعنی خش روی خش نگذاشتیم، فقط و فقط اسناسازی. دلیل عمدان که چرا کار ما طولانی شد در بخش اسناسازی دلیلش این بود که ما میخواستیم اصالت تاریخی ساختمان حفظ کنیم. یعنی هیچ گونه تغییر ما در ساختار اصلی ساختمان وارد نکردیم. بله. آنچه که 100 سال قبل بود قصر دارلمان امروز هم چیز است. بله. حتی در شکل ساختمان، شکل و فرم و حتی در قسمت مواد مصرفی. بله. موادی که ما در قصر دارلمان مصرف کردیم نهایت سعی تلاش ما بر این بوده اما مارگی که ما کورتیسات قصر دارلمان بحث های تخنیکی لیزر تست گرفتیم، آسیب شناسی که در یک قسمت صورت گرفت، ما بین در قسمت خشت که در یک قسمت مثلا به کار رفته بوده در دیوار ما مارک را گرفتیم، دوباره با عین مارک دوباره خشت ساختیم. ما نخواستیم که ساختمان یک قسمتش سخت بسازیم یک قسمتش نرم بسازیم. این ما به اصطلاح تکنیکی سافت و رجت میگیم. چون اگر ما این سافت و رجت بسازیم امی اکثر عمل ساختمان در برابر قواعد زده متفاوت میشه. فعلا ما در برنده منزل 2 قرار داریم. از این برنده میشه یک دیو فعلا مقبول از 4 اطراف قصر دارلمان بخصوص از سمت جنوبی قصر داشته باشیم. بله واقعا شمالی البته که او سمتی باز نمیدیم سمت شمال قصر پارلمان افغانستان موقعیت گرفته. اگر بیش هم دستاش شیم شمال شهر او باز جدوب پشت سر هست ما جدوب میشه. شما اگر در تاجبیگ برین باز خواهد یک روز رفتیم از تاجبیگ زمان قصر دارلمان و پارلمان رو بکنیم پارلمان یعنی گم میشه در عظمت که قصد دارلمان داره. بله واقعا اگه وی بسیار مقبول از یه وقتی که ببینی 4 طرف کوه هست و یک فضای بسیار مقبول و آرام است و خانه هموطنای ما دو طرف هست و روبرو هم پارلمان کشور ما هست. واقعا بسیار مقبول و زیبا هست. خداوند نگاهش کنه بر ما و شما بر هموطنای ما که دیگه جنگ صورت نگیره، جنگ نشه که بتونیم در همتو فضای صلح امنیت و آبادی زندگی کنیم بخیر. انشاءالله. یک قسمتایی که بعدا از منزل 3 کاتل ویو هستی از اونجا مش دیده میشه. باز آره قدر مقبول است مثلا بالا خدا نندازم پای. اجازه مقبول اولی بار از ما تو جای مقبول میبینیم در افغانستان. قرار داریم جای اصلی دیگه جایی که ما و مسالون اصلی با کلیدی ترین جای در قصر دارلمان است اونجا را داره با دارای 3 دروازه است. بله. هم برنده 3 دروازه کلان هم به داخل هم سالون که میریم. بله. اتاق کلیدی و بایزیدی که برش میگیم اونجا من 3 دروازه دارم. بله و بسیار یک نقاشی مقبول کردن بالا و گلاه اصلی دارید که معلومات بریم نقاشی ها را که البته ما نکردیم ما اینا رو ترمیم کردیم. یک قسمتش رو نو ساختیم، یک قسمتش رو ترمیم کردیم. ما یه ابزار ها همش نام دارم. مثلا اون قسمت رو میبینیم ابزار سرستون میگیم. اینجا ابزار های پاستون میگیم. در پایه های گل هم ابزار سرستون و پاستون. او به کمال کانکریتی است البته. سرستونی. این که سوال است، این چگونه 100 سال قبل اینجا بالا کردن؟ باز ما هم آسیب شناسی که داشتیم به این نتیجه پی بردیم که اینا رو توسط فیل بالا کردن. مکمل کانکریت با دست بالا نمیشه. اون زمان کرن نبوده. این با فیل بالا میکردن. با فیل. مثل که همین زمین رو قلب میکنن. این نمیده که همیشه بسته میکردن. این توسط فیل بالا کردن. خیلی گران ندارد. دو تا نمیده بالا سر کنن. بله. از این که باز ما ابزارای شیر شکل شیر داره. دانمای بیرونی با ترزام یک سفار گرفتیم. او تقریبا یکیش 5 تن وزن داره. همه اونا رو توسط چی بالا کرد؟ در پایان ساخته شده. اون توسط فیل بالا شده. بله بسیار خوب. خب حالا هم بریم به داخل سالون. همون سالون عمومی و اساسی ما. به به خدای من چقدر مخبول جای است. آها چشمت بخید
کار نمیکنه وقتی بالا رو میبینی؟ تو شکل بالا تیریدی شکل داره دیگه، او یک ابتکار از خود ما هست، از افغانای خود ما هست. شاید در افغانستان چنین جایی نداشته باشه. بله. دیگه او شکل تیریدی رو داره برای خود. و این سالون، سالون اساسی قصر دارلمان است که به گفته جاوید جان جای کلیدی است که در قصر دارلمان بسیار مهم جای است. سالون کنفرانس و وی آی پی و مهمانای بزرگ که میباست یک کلشان میان در قسمت پیشینه تاریخی از این اتاق. چیزی که ما اسناد داریم از گذشته البته این است که برای اولین بار قانون نظامنامه افغانستان، نظامنامه افغانستان اینجا تصویب شده و برای اولین بار لوی جرگی افغانستان به مشکل افتضاییش اینجا تشکیل جلسه داده. همچنان بعد از اینکه روابط دیپلماتیک افغانستان با دنیای خارج از افغانستان برقرار میشه، اداره یک لوژ بالا هم است. این لوژ بالا به خاطر معمولا سفرای خارجی اینجا قرار می گرفت. در یک قسمت ولی چقدر وقت شما نکه بخیر کلان تمام شد کل قصد کار ما بخش های امدیش اما رقم در افتضا گفتم از صفر تا صد تکمیل است. فقط بخش لایتنگ ما به خاطر از این باقی است، چون او بای آردر است. ما یک چیز در چی گرفتیم در ترتیب ما هست، در برنامه ما هست که لایتنگ را در نظر بگیریم که با ساختار اصلی ساختمان مشق بکنند. یک چیز خیلی مدرن نباشه، نسبتا کلاسیک باشه. با واسطه که زمان در بر گرفت انشالله که تا یک ماه دیگه چیزی باقی نیم. بله بخیر انشالله. خیلی خوب. خب حالا کجا میریم؟ حالا یک چیز دیگه باقی مانده، او رو باید دیمیدیم دفتر کاری شما مانده خواهد. مثال گفت مهم است که علازرت دو دفتر کار میکرد و بوده اونجا. خیلی خوب بریم خیلی به طرف دفتر کاریشان. اینجا دفتر کاری شما همین جاز. این قسمت هم متاسفانه در جنگ‌های داخلی کاملا تخریب شده بود. هر آنچه که می‌بینیم و مصادر شده نو ساخته شده. بله. یه چیزی باقی نمونده. این دفتر کاری شاه امان الله خان است. بله بله. میز ما دقیقا عکس هایی که ما بدست آوردیم اینجا میز کاری شاه امان الله خان قرار می‌داشت و اینجا چوکیش. بله. خب چرا دمی کل قصر می اینجا انتخاب کردنم؟ این اتاق یک سری ویژگی ها داره. بله. از جمله یک دو برنده داره. دو برندهش میشه از این برنده سمت شمالیش تمام نمای کابل نمیشه دید. واقعا ما کابل در قسمت دیگه سرش پرکاز بکنیم. اینا موزیم بسیار مقبول، کل جای معلوم میشه یا سرک و خانه و بسیار مقبول، کل خانه و کل معلوم میشه. اینجا یکی ویژگی شمی بودک نگی دفتر انتخاب کردن؟ یکی ویژگی شمی هست که باید کجای ببینن؟ اینجا بطرا یک جای خیلی حاکیتی و اساسی و زیبا و مقبول. آها، زینه چوبی. زینه چوبی که البته به منزل چهار داره. به منزل چهار داره. یک چیزی میخواییم اینجا بگم که طبقه قصد دارلمان همه رقم کنم زور شرقی و غربی شمانی داره. بله. زور شرقی و غربی که فیرم ما زور شرقی قرار داریم یک میان طبقه داره. که البته در خطبت میان طبقه هم گفتم اشتی بعدها ایجاد شده که اینجا سرقر که با طبقه چهار. این زینه شما برم بگیریم به این زیبایی و معمولیش این زینا به وقت سابقه بودن؟ بله، طبقه چهار واسه بکنه. بله، قسمت خود ساختار از این چوب برطرفیش، این چوب چهارمغ است، از کشور خود ما است، چوب چرخ، چوب شکنر است، و این هم چوب افکوز است. بله. این در مدار خودشت چوب افکوز برشت. ظرفیتشان تقریبا 300 کیلوگرم. بله بسیار مقبول و بسیار چه می اینه که اونو گولم ما چیز داره مقبول دارن یک تاو بسیار مقبول است. واقعا بسیار زیباست. قصر دارای چهار برج است که دو برج از غربی دو برج از همین نمایی است که از جای بسیار دور معلوم چهار دارن برج است. خیلی مقبول و زیبا داره و پوشش مسی است.
البته در حالی است که این کار ابتکارم از ابتکار واحد عملیاتی است که قبلا در برنامه آهن چادر بوده اما فعلا چهار برج جمع اون تو اتاق باید قبلا ما شارتاش گرفتیم اینا را از مز گرفتیم دلش هم این است که به شکل سینه به سینه انتقال کرده این موضوع که اصل از یا مز بوده فقط چهار برج جمع اتاق بیضوی که ما هم به خاطر حفظ اصالت تاریخیش دوباره اینا را به مز تبدیل کردیم ای هم چهار دانه برجی که در این نمای قصر است و از جای بسیار دور میفهمی که اینجا قصر است از پغمان از پغمان البته خود موقعیت انتخاب قصر دالمان طوری بوده که شما از خیلی نقاط دور دست میدونی قصد دارمون نبینید با وجود که خیلی ساختمان بلند اینجا وجود داره بله بله اونا دید نمیشن تشکر میکنم از شما دوستان که تا حال ما را همراهی کردین و بیننده گزارش ما بودین ما هم در تلاش ازی هستیم که بهترین برنامه را بر شما داشته باشیم و شما هم بیننده برنامه ما باشید خب این بود گزارش کلی که از قصر دارلمان بر شما داشتیم و صحبتای داشتیم با جاوید جان که مسئول اینجا بودن و همچنین معلومات بیشتر برای ما شما دادن خدا کنه شما هم بیننده بوده باشین و تشکر از همراهیتون اگر میخواین که برنامه‌های زیادی بر شما داشته باشیم پس کانال یوتیوب تو رو حتما سابسکرایب بکنین لایک و کامنت یادتون نره هر جایی که هستین خدا نگهدارتان وقتتان خوش تا دیدار بعد